سرایه جان، اینا واسه نقشه کشیدن. دقیقا نمیدونم نقشهشون چیه، ولی هرچی هست برای علیه دوست اینو فهمیدن. فقط مزاحمش هستم، قابل نقشه نیستن، در واقع نامریم. سرایه، این مردا یه چیزی زیر سر دارن. ابراهیم یه جورایی به من گفت تو باید این کارو ول کنی، دیگه نباید بری خونه باشه. یعنی چی ول کنم؟ این کار تنها امید منه. نه ولش نمیکنم. ولی دیگه نباید بری اونجا. یادت باشه که همون مردا که راجبشون حرف میزنیم من گفتن این کارو بگیرم. کاری رو بهم گفتن کردم و حالا این کار مال منه، نگارش میدارم. علی اصلا شکایت میکنه؟ چی از من شکایت میکنه؟ تو چی میگی بهش؟ چی؟ اگه چیزی بگم کتکم میزنه. سرایا نمیفهم اینا یه رای پیدا میکنن به چه زوننت. اون آخون با اون زبونش ما رو از تو سوراخ میکشه بیرون. دیگه بسته، هیچ توطئه‌ای در کار نیست، هیچ جنایتی در کار نیست، فقط یه خاله دارم که زیادی خیالات درش داشته. تو هیچ وقت حواست به کاسه پشت نیم کاسه نیست. خوش آمدید. سلام علیکم. علیکم السلام. والله فهمیدم. خیلی خوش آمدید. آقا هاشم، ما در مورد یک کاری میخواییم رسیدگی بکنیم. این دوست تو علی آقا به ثریا خانومش میاد منزل شما رو رفتم. خانومش مظنون شده. خب همونطور که بله مزدستر هستی، من مسئولم در برابر امام که به همه شؤون به احکام مقدس اسلام عزیز در مورد ناموس و شرافت رعایت بشه. این انتظار اسلام البته توانند یک قاضی شرعی از تهران بفرستند درخواست کنید، ولی خب در مقامی است که مثل من با تو و این آبادی آشنایی نداره. بخونید ما سواد که نداریم. هاشم جان، خیلی وقت با هم رفیقیم، درسته؟ بله ما روک میگم، رفاقتی مرد و مردون راستشون. زن من خونه تو میخوابه. نه علی آقا، شما خودت بهتر میدانی ثریا خانم هر شب خانه است. اینکه جواب نشد، منظورم اینه که خونه شما چرتی میزنه خستگیشو درک کنه. ما از کجا بدان؟ هاشم راستشو بگو، آخه مگه میشه تو ندونه یا میخوابه یا نمیخوابه؟ والله منو ببخشین، من انسان ابن ساده هستم، سردر نمیارم شما با این سوالات به کجا میخوایید. هاشم بشین. نه آقا نه نه نه، من مجازم مرخص میشم، خدا حافظ. محسن، آچارده امیدی به بابا؟ آچارده نار جب آچار. شما درد نکنه. سر شما محسن جان. بابا جان
بابا سی تو ما دو تا شاهد لازم داره، یکیشو داره. حالا اگه بخوای میتونیم با پسر صحبت کنیم، ببینیم آیا دیده سایه یا خونشمون خوابیده باشه. از این بپرسین، ما از کجا میدونه چی به شما بگه؟ البته که میدونه. محسن جان، بابا جان، تو میدونی ها؟ باریکلا پای اینا بکشین کنار. علی آقا نمیشه. زنه اگه زن من با تو خوابیده باشه و تو خوشت اومده، تو هم شرع جرمی. در شرع اسلامی شرکت در زنا مجازات داره. دادگاه میتونه محاکمه صادر کنه. بعضی مواقع مرد زناکار به حال زن زناکار سنگسار میکنن. این بچه بیچاره بدون پدر بالا سرش، زبونم لال، از دارالمجانین سر در میاره. میتونم ببرم این زندون بعد خودم موضوعش باشم. محسن جان، بابا جان، سر خوب زوریا خونه شما چیکار میکنه؟ به دست میزنه؟ بابا حیا کنین شما رو به خدا، این بچه هست. زوریا خونه شما درست میکشه، درسته؟ برای چی این کارو میکنی؟ خوبیت نداره والا. این زن بیچاره گناه داره، بالاخره خدایی داره اون بالا. میبینه اون خدا همه چی را. آشان بگو، سرای خونه شما میخوابه. ما از کجا بدانم؟ تو شایدم بخوابه. وقتی با خانه نباشم شاید بخوابه. شاید. من چه میدانم؟ خب یه روز رفتم خانه، دیدم دراز کشیده، چرت میزنه. گفت سردرد داره. گفت چی گفت؟ چیزی که یه زن فقط باید به شوهرش بگه؟ چیزی که سابق به من میگفت؟ آخه زنه که جنده، با سه چی؟ نه نه سه چی چی؟ ناموش بوسه مرد نمیشه من این تا خجالت نمیشه بیزه این منیشه آمرو برای شوهر نمیشه من گیره اونه من شرا آخر علی بلده باشه 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 بله، همه تو نشستین اینجا میگه ساکن، همه تو ساکن باشین ببینم، بریم منزل من. علی، تو، من و سریا بیجا، برو سراغ ابراهیم، منش دار بیارش تو خونه من ببینم میتونیم موضوع رو مثل آدم هر کنیم. پیر زن، این به تو چه مربوطه؟ بین من و زنمه. یه همینه که جلوی مردم کودکش میزنی. بریم، اگه مهمه بیا خونه من. ببینیم چی کار میکنن. آمرو واسه من نزاشته ناموز بگر علا اینجا ما نیست تو اسم میخواب چیزی که نشده حالت خوبه
باز که معرکه گرفتی زهرا؟ چه خبره اینجا؟ این زن به من خیانت کرده. باهاشم. شک داشتم مطمئن شدم. خودم مچشونو گرفتم. صحت داره سرایا؟ همچی کاری کردی؟ نه والا به خدا نکردم. تو چرا دروغ میگی؟ همه ده میدونن. هر روز میری خونه هاشم. باهاشم بخوری؟ دروغ میگه. من شوهر دارم. این چیزا حتی به فکرم نمیرسه. تو میگی بهت خیانت کرده؟ آخه واقعا بگو چیکار کرده؟ با حالا هم واسطه بودم با هم دیگه پش پش میکردن. خودم دیدم دیگر دستمونه میکردن که داشت میامد بیرون. خیلی با هم دیگه پش پش میکردن. خیلی هم میخندیدن. این طوره سرایا؟ به هاشم گفتم رختاشو میبرم خونه بشورم. وقتی برگشتم شام درست میکنم. بله با هم لبخند زدیم. بفرما اینم هاشم. حالا حقیقت معلوم میشه. حرف زدن با مردی که ساب کارشه آخه این که گناه نیست. حرف زدن با شوهر دوست آدم که حرام نیست. خنده خنده که خلاف قانون نیست. هاشم وقتی با سرایا پچ پچ میکردیم چی میگفتیم به هم؟ پچ پچ نمیکردیم. گفتش لباس ها رو میخواد ببره خانه بشوره بعد برگرده شام درست بکنه. بعد گفت میخواد چرت بزنه. من اینو نگفتم. وقت چرت زده ندارم به اون همه کار. هاشم چشمای من نگاه کن. حواست به من باشه. ازت سوال میکنم جواب دقیق میخوام. آره یا نه؟ متوجهی؟ سریا به تو گفت که میخواد اونجا منزل تو دراز بکشه؟ بله گفتش. همیشه دراز میکشه دراز میکشه. وقتی خانه ما هست همش میخواد دراز بکشه روی رخت خواب. مشتی ابراهیم حرفایی میگه که یه زن فقط باز به شوهرش بگه. دروغ میگه. وقتی کارم دارم میشه یه دقم خونش نمیمونم. دارم که همیشه واضح به خدا. تو چرا این کارو میکنی؟ تو چرا این حرفو میزنی؟ من زن تو دوست داشتم. پسرتو نگه میدارم. اینا ازم خواستن برات کار کنم. من کی کار خلافی کردم؟ بیا بشین. بشین.